تبعیض نسبت به زنان مسلمان انگلیس که نقاب میزنند در شرایط شیوع کرونا و اجبار استفاده از ماسک در این کشور بیشتر نمود پیدا کرده است به گزارش شویوز به نقل از ایندیپندنت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در سخنانی توهینآمیز زنانی را که از برغه استفاده می کنند به عنوان دزد بانک توصیف کرده بود بنابر آمار این سخنان منجر به افزایش 375 درصدی حوادث ناشی از اسلام حراسی در بریتانیا شد. گزارش سازمان حقوق بشری تلماما نشان می دهد که 80 درصد قربانیان جرایم ناشی از تنفر زنان مسلمان محجبه هستند. مسلمانان مجبور شده اند پس از تروریسم جهانی با افزایش جرایم ناشی از نفرت روبرو شوند از جمله حملات به مساجد کریسچرچ نیوزلند باعث افزایش 600 درصدی جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در انگلیس شده است اما همزمان با شیوع کرونا در سرتاسر سر جهان و تلاش دولت‌ها در یافتن راههایی برای کنترل این بیماری مسلمانان دیگر اقلیتی نیستند که از این نوع پوشش استفاده می کنند. از پانزده جوان امسال بوریس جانسون پوشیدن ماسک را برای همه مردم انگلستان در وسایل حمل و نقل عمومی و دیگر مکانها الزامی اعلام کرد. دولت انگلیس حتی در مورد نحوه پوشش صورت افراد در خانه توصیه‌هایی صادر کرده است. این مسئله در مورد فرانسه مشهودتر است جایی که دولت در سال 2011 کلیه پوشش های دینی را غیرقانونی اعلام کرد ولی ماه گذشته مقامات این کشور ماسک را الزامی و برای کسانی که از پوشیدن آن امتناع کنند جریمه در نظر گرفتند با این حال نقاب هنوز در این کشور ممنوع است